یک جدول داریم که رنگ ها رو نشون داده، سیاه، قهوه‌ای، قرمز، نارنجی، آخر، و در مقابل هر کدومش یک شماره برای ما قرار داده. مثلا سیاه رو گفته 0، قهوه‌ای 1، قرمز 2، نارنجی 3 الی آخر. یعنی این که شما وقتی رنگی رو میبینید اون مقدار عددش رو بذارید. به طور مثال رنگ اولیه چیه؟ زرد. عدد چیه؟ روبروش 4. پس ما 4 رو قرار میدیم. رنگ دوم رو هم عددش رو میذاریم. برفرض مثال این بنفشه و عددش 7 هم قرار میدیم. رنگ سوم رو که شما میخواید بذارید عدد نمیذارید. به جای عدداش 0 قرار میدید. به طور مثال این چه رنگی؟ نارنجی. نارنجی رو نگاه کنید، عدد 3 نوشته، یعنی که 3 تا دونه 0 به جاش قرار بدید. اینجا شما مقدار مقاومت رو خوندید، 47000 مقدار بر حسب اوم هست. دقت کنید 47000 اوم. اگر بخوایم مقدار رو به کیلو تبدیل کنید، همیشه 3 تا از 0 رو بردارید، مقدارتون میشه کیلو. به طور مثال 47000 اوم اگه 3 تا 0 بشه برداریم میشه چقدر؟ 47 کیلو اوم. اما رنگ آخر به چه منزله ای هست؟ رنگ آخر به ما میگه که این مقدار مقاومتی که شما دارید میخونید در حالت واقعی ممکنه که یه مقدار بیشتر یا یه مقدار کمتر باشه. چون کارخانه سازنده وقتی یه مقاومتی رو میسازه یک حدی رو قرار میده، میگه ممکنه بر اثر حالا کم و زیاد شدن مواد یه مقدار مقاومت کم و زیاد بشه. اینو بهش میگن تلرانس، یعنی که کم و زیاد شدن. با یک رنگی برای شما چیه؟ تعبیه میشه. رنگی که اینجا تقریبا قرار داده شده میدید رنگ طلایی هست. طلایی گفته چی؟ 5%. اگر رنگ قهوه‌ای بود 1%، قرمز بود 2%، طلایی 5% و نقره‌ای 10% از اون مقدار میتونه کم و زیاد بشه. درست؟ پس مقدار ما میشه 47 کیلو اوم مثبت و منفی 5%. یعنی که آقا 5% ممکنه در واقعیت هم این مقاومت بیشتر باشه یا 5% کمتر باشه. یه مثال دیگه زده شده. رنگ اول سبز، سبز با عدد 5، پس رنگ اول عدد میذاریم. رنگ دوم قهوه‌ای هست، عددش رو میذاریم 1. رنگ سوم ما رنگ سیاه هست، باز عددش رو قرار میدیم. اما نکته اینجاست که رنگ سیاه یعنی صفر، یعنی هیچ گونه رنگی شما نباید قرار بدید، یعنی هیچ گونه عددی نباید بذارید. چرا اینجا ما داریم عددش رو میذاریم؟ خب دقت کنید، مقاومت بالا چند تا رنگ داره؟ 1 2 3 4، 4 تا رنگه. رنگ اول عدد، رنگ دوم عدد، رنگ سوم به عدد به تعداد عدد 0 و رنگ چهارم تعداد. اما در مقاومت هایی که 5 رنگی هستن به چه صورتیه؟ 1 2 3 4، 5 تا رنگ ما اینجا می‌بینیم. در این مدل سه رقم اول هر چی که بود، سه رنگ اول عددش رو قرار میدیم. به طور مثال سبز هست 5 میذاریم، قهوه‌ای هست عدد 1 قرار میدیم، سیاه هست عددش رو میذاریم، عددش 0، یعنی ما 0 رو قرار میدیم. و میرسیم به قرمز، اینجا چی هست؟ 2 هست. حالا اینجا به تعداد عدد 0 قرار میدیم. 51000 مقدار مقاومت ما بر حسب اوم هست، 3 تا 0 میشه برمیداریم میشه 51 کیلو اوم. رنگی هم که استفاده شده رنگ قهوه‌ای هست، قهوه‌ای اعلام کردیم که 1%، یعنی که 51 کیلو اوم مثبت و منفی 1% است. حالا همینجا این نکته رو دقت کنید، اگر که به جای این رنگ نارنجی در مدل 4 تایی عدد سیاه بود، یعنی که شما هیچ گونه مقاومت یا هیچ گونه عددی نمیخواد قرار بدید، یعنی هیچ چی اینجا دیگه نبود، فقط میشد 47 کیلو 47 او، یعنی ما صفرم نداشتیم. اما توی رنگ های 5 تایی اگر که خط سوم وجود داشته باشه سیاه، باید عددش رو بذاریم، یعنی صفرش رو قرار بدیم.
اما برای سهولت کار کردن شما نرم افزاری دارید، میتونید از طریق اون نرم افزار مقدار مقاومت خودتون رو به دست بیارید. به طور مثال شما اینجا 1, 2, 3, 4 و 5 رنگ خودتون دارید، میتونید رنگتون رو با بردن فلش بر روی اون چیکار کنید، انتخاب کنید. مثلا من نارنجی رو انتخاب میکنم، شماره 3. اینجا مثلا اورنج، وقتی ما روش قرار میدیم بالا شماره 3 رو نوشت. بعد از اون مثلا رنگ زرد رو انتخاب میکنیم، شماره 4. ببینید تا اینجا 34 پیج شده. بعدی گرین یا سبز، عدد 5 هست. و آبی، وقتی که من میام روی یکی از این رنگ ها بالا رو نگاه کنید به صفرها اضافه میشه. مثلا قرمز رو انتخاب میکنیم، به منزله 2 تا 0 هست و این رنگی که اینجا وجود داره تولرانس های ما رو نشون میده. بر فرض مثال قرمز رو انتخاب میکنیم. خب مقدار مقاومت چی شد؟ 34.5 کیلو اوم. 34.5 کیلو اوم با مثبت و منفی 2%. حالا هر کدوم از این رنگ ها رو شما تغییر بدید، مقدار مقاومت اینجا نوشته میشه 742 مگا. حالا اگر من رنگ اینجا رو تغییر بدم 742، ببینید 742 7.42 مگا، و سیاه استفاده کنم 742 اوم رو به شما نشون میده. از این نرم افزار خیلی راحت میتونید استفاده کنید. اما بعضی از دوستان میخوان که همیشه تو ذهنشون باشه، شعر اینجا هست، میتونید اینو از حفظ کنید. یک چیزی ممکنه در مرور زمان انسان ازش کارایی داشته باشه و سعی میکنه همیشه تو حافظه خودش نگه داره. شعری هست به نام ساقی قدحی قرار نه زیر سبو، آبی بفشان خانه سنبول نیکو. ساقی برگرفته شده از رنگ سیاه، قدحی قهوه‌ای، قرار قرمز، نه نارنجی، زیر زرد، سبو سبز، آبی که خود آبی هست، بفشان بنفش، خانه خاکستری، سنبول سفید یا سنبول، حال فرق نمی‌کنه، و نیکو هم که چیزی رو رنگی رو در اختیار نداره. عدداش هم که از سیاه که صفر شروع کنید به ترتیب بذارید، روبروی هر کدومش مشخص میشه و شما میتونید چیکار کنید؟ همیشه از این، حالا عدد رو نمیدونید، مثلا که رنگ سبز میگه خب چه عددی هست؟ سبز 5ه. اما شاید یادتون نباشه. سریع این شعر رو بنویسید: 0, 1, 2, 3, 4 و 5 برای سبو قرار خواهد. البته خوندن رنگ ها بر روی مقاومت های SMD با مقاومت ها کمی تفاوت داره، چون اونجا فقط عدد هست. به طور مثال روش نوشته شده 520 مثلا، شما باید بر حسب این اعدادی که وجود داره بتونید مقدار بخونید که در تعمیرات VCU ما به خوندن قطعات SMD، حالا خازن، مقاومت، دیود و ترانزیستور پرداختیم که اونجا بیشتر ازش استفاده. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.